شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. سلام آقای سمیعی، چرا بعد از ماها که شاهزاده پهلوی از پذیرش مسئولیت شونه خالی میکرد الان این تصمیم گرفته؟ این رویکرد چه معنایی برای جنبش‌های اعتراضی مردم در ایران داره؟ با درود به شما بانو اسدی گرامی و مردم عزیز ایران. ببینید، من فکر میکنم این اقدام شاهزاده در راستای این بوده که چند ماه پیش ایشون اومده بودن و اعلام فرمودند که من یک خلأ قدرتی میبینم، ولی در اون لحظه ایشون اعلام آمادگی برای عمل کرد راه بردی این خلأ قدرت نداشتند. اما من فکر میکنم مسائل جانبی بین المللی که اتفاق افتاده، من جمله موفقیت های اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی، من جمله انتخاب آقای ترامپ و انتصاب افراد بسیار تندرو و مخالف جمهوری اسلامی در رده‌های بالای دولت امریکا و به ویژه در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیت ملی امریکا، همه اینها به ایشون هم این پیام را حداقل رسونده که اگر ما در راستای آزادسازی و جنبش‌های آزادسازی ایران با هم یک صدا بشیم، دولت‌های غربی رو هم میتونیم با خودمون به همراه داشته باشیم. البته این رو من عرض می‌کنم، علی‌رغم اینکه شاهزاده طرفداران بسیاری در داخل ایران و در خارج ایران دارن، ولی ایشان هیچ وقت هم نگفتند که من میخوام رهبر یا مدیر مسئول کشور در آینده ایران باشم. فقط در زمینه دوران گذار صحبت کردن و من فکر میکنم این بسیار حائز اهمیت است. شما با برگشتن ترامپ به قدرت اشاره کردید. این دولت آینده ترامپ چه نقشی میتونه بازی کنه؟ چه عواملی میتونن پیروزی یا شکست این جنبش ها رو رقم بزنن توی شرایطی که پیش رو داره؟ نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید بانو. برای اینکه مسئله‌ای که وجود داره این هست که این بر عهده همه ما افرادی که آزادی‌خواه برای مردم ایران هستیم هست که بیاییم و کشورهای غربی و دولت‌های غربی رو ذهناً آماده بکنیم. یک سری دروغ‌هایی در طی این سال‌ها به اینا داده شده در مورد اینکه اگر جمهوری اسلامی نباشه چه اتفاقی میفته. یک سری دروغ‌هایی به اینها داده شده که اگر ایران هم حکومتش عوض بشه، مسائل و بدبختی‌های عراق تکرار خواهد شد. این بر عهده ماست که به دولت‌های غربی این آموزش‌ها رو بدیم. ولی دولت آقای ترامپ هم علی‌رغم اینکه ما امروز، شما هم در گزارش‌ها داشتید که آقای ایلان ماسک با سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک ملاقات کرده، این نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده این است که دولت آینده امریکا آلترناتیوی نمیشناسه، نه اینکه علاقمندی به جمهوری اسلامی داشته باشه. پس من فکر میکنم که با این روند، اگر که همگی افرادی که دل در گرو ایران دارن و برای آزادی مردم ایران فعالیت میکنن با هم یک صدا بشن و دولت‌های غربی رو از معضل جمهوری اسلامی با یک صدای واحد با خبر بکنن، کار برای از بین بردن جمهوری اسلامی بسیار راحت تر خواهد شد. سپاسگزارم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، مهمان ما بودید.